سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان حکومت افغانستان در سال جاری خورشیدی در نظر دارد تا 80 درصد برجین این را مصرف کند مسئولان وزارت مالیه با ابراز این مطلب میگوید ساده سازی تدارکات نظارت بیشتر وزارت مالیه از پروژه ها و دهی دقیق از راههایی است که سبب خواهد شد تا بیشتر قسمت بودجه انکشافی مصرف شود بنابر توافق انجام شده در بروکسل از روز شنبه سی اپریل هزینه رومینگ یا هزینه اضافی مازاد بر تعرفه های ملی برای مکالمات تلفن ها به میزان 75 درصد کاهش خواهد یافت و فرای مالیات بر ارزش افزوده به 5 سنت برای هر دقیقه مکالمه تلفن دو سنت برای ارسال هر پیامک و 5 سنت برای هر میگابایت اینترنت تنزل پیدا خواهد کرد اتحادیه اروپا از سال 2007 میلادی مبارزه برای کاهش هزینه های رومینگ را آغاز کرد زیرا آن را مانی برای ایجاد یک بازار دیجیتال واحد در سطح اروپا میدانست بنابر توافق انجام شده قرار است این هزینه ها از 15 مای ژون سال 2015 میلادی نیز به طور کامل حذف شوند امروز از روز جهانی کارگر در افغانستان تجلیل به عمل آمد این در حال است که تعداد از کارگران خواستار حقوق و صلح پایدار در افغانستان می باشند. در افغانستان از روز جهانی کار و کارگر در حال تجلیل می شود که کارگران در این کشور از حقوق ناچیز برخوردار بوده و سطح بلند بیکاری از مشکلات عمده موجود در این کشور خوانده شده است و برای بحث بیشتر محمد شبیر بشیری استاد دانشگاه اینجا با ما هستند آقای بشیری خیلی هم خوش آمدید شکر سلام آقای بشیری امروز از روز جهانی کار و کارگر تجلیل شد و چی فکر میکنید که چقدر از مشکلات این کارگران امسال حل خواهد شد بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب خدمت شما علیکم سلام بین های خوب و مردم عزیز ما اتحادی سراسری کارگران و کارکنان افغانستان امروز و همه ساله اول میره تجلیل میکنند به عنوان روز کارگر نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان که در افغانستان برای اولین بار در سال 1343 حرکت مدنی کارگران افغانستان از فابریکه جنگلک شروع شده بود و از سال 1343 به ایسو یک نهاد مدنی حقوقی به نام اتحادی کارگران و کارکنان افغانستان فعالیت داره که همواره از حقوق و مسئولیت و میکنیزم هایی که بتانه در قسمت زندگی اجتماعی کارگران انکشاف و رشد ایجاد کنه کار میکنه و تلاش میکنه که بنده هم در برد حقوقی و اقتصادی اتحادی کارگران افغانستان مشاور اقتصادی هستم و به منظور تجلیل از روز کارگر امسال ما روی یک میکانیزم بسیار خاص و یک به اصطلاح یک بستر حمایتی و خوب برای کارگرای کشور خود کار کردیم که برای اولین بار در تاریخ کشور و در تاریخ اتحادیه کارگران افغانستان ما رو مطرح کردم که این میکانیزم باید تطبیق شود مثل سایر کشورهای جهان کارگر افغانستان هم حق دارند که از امتیاز خوب و همچنان در جریان کار و در حوقات کار کارگری که شامل کار هستند از یک مسئولیت برخوردار باشند این باشن. مکانیزم که شما گفتین که مطرح کردین چگونه هست؟ خب ما مکانیزم بیمه را پیشنهاد کردیم بیمه کارگره بله. که با فشار که میتانه اتحادیه سراسری کارگرا و یا کارکنان افغانستان بالای سکتور دولتی و خصوصی وارد کنه و جبران کارفرما را وادار به سازه بسازه که کارگرش در جریان کار و در وقت معین کار و در ساحه کار چی کارگر سقیل باشه چی کارگر ماهر و غیر ماهر باشه اینا را تحت پوشش خدمات امور بیموی به نام امپلایس انشورنس یا بیمه کارگر قرار بدن که از دید ما یک مسئولیت بر کارگر بوده میتونه و همچنان یک حمایت اقتصادی و اجتماعی از نقطه نظر اقتصاد انفرادی و اجتماعی برای کارگرای کشور ما هستند ولی در بحث از این که افغانستان چقدر و یا هم اتحادیه کارگران افغانستان چقدر تانسته که موادات و تعهدات کنوانسیونی های بین المللی کار در افغانستان تطبیق کنه برمیگرده باز هم به با ظرفیت که ما توقع داریم که از طرف دولت فراهم شود و یا هم به ظرفیت که در جامعه باید از نقطه نظر فرهنگ سوزی او ظرفیت ها وجود داشته باشه فرض مثال کنوانسیون حد اقل سن که یک کنوانسیون بین المللی است و هر کشوری که در این کنوانسیون تفاهم نامه را به امضا میرسانه و یا حضویت حاصل میکنه مکلف به تطبیق موادات کنوانسیون هستند که حد اقل سن برای کارگری که از نقطه نظر روانی و فیزیکی سالم می باشند پانزه سال این شده ولی در جنب آه، کارشان آه، فراهم شدن و یا فراهم نمودن از طرف کارفرما زمین تعلیم و تحصیلشان هم هستند که متاسفانه در افغانستان یک چالش بسیار همده هستند و کارگر زیر سن هنوز هم در بازارها مصروف کارهای شاق هستند و از مکاتب دور ماندند اینکه که زیر سند در شهر امروز دیده میشه که خیلی زیاد هستند و از درس و تحصیل هم به دور ماندند برای اینا وزارت کار اجتماعی و خصوص حکومت چه کارهایی باید بکنه پلانهایشان چگونه باشه که تا این اطفال به درس و تعلیمشان ادامه بدن نه به کارهای شاق تر بیرون خب در کل بلند بردن سطح رفاه اجتماعی جامعه و یا هم بلند بردن سطح اقتصادی مردم از نقطه نظر قدرت خرید و ایجاد کردن جای کار بر مردم اینا چند میکانیزم هستند که در کوتاه مدت میتونن که امی چالش را که اطفال زیر سن و به کارهای شاق ناشی از فقر خانوادگی رو میارن و کارهای شاق میکنن و از تعلیم و تحصیل باز میمانن میتونن در کوتاه مدت ای چالش مدیریت کنه که متاسفانه دولت افغانستان و در مجموع جامعه مدنی ببخشید جامعه جهانی تا امروز روی ساختارهای زیربنایی اقتصادی افغانستان و روی پروژه های عامل منفعه منفع در افغانستان و همچنان روی عوامل و عناصری که میتونستند در کوتاه مدت تا میانه مدت افغانستان از نقطه نظر زمینه اشتغال زیایی و از نقطه نظر زمینه بلند رفتن سطح تحصیل و سواد در جامعه که خود یک جامعه سواد و یک جامعه با سواد و با تحصیل اما خصوصا در بخش زنان بیشتر میتونه که یک نیروی محرک کار، کارگر و کارفرمای خوب در جامعه من حیث یک پتانسیل سالم و خوب اقتصادی باشند روی موضوعات توجه صورت نگرفته گرچه ما نمیخوایم که بیشتر انتقاد داشته باشم از طرف دولت بیشتر در تلاش هستم که برنامه بتوم و یا طرح را پیشنهاد کنیم تا با مو اراده و تعهدی که به نظام و دولت خود داریم آقای بشیری ساختین داریم. یا مطرح کردین چقدر حکومت پاسخونا چگونه بوده و چقدر با اونا این مسئله را در جریان گذاشته خب متاسفانه که در افغانستان و دولت افغانستان فعلا در حالت جنگ هستند و ثبات سیاسی وجود نداره اختلافات سیاسی درونی متاسفانه در حکومت و وحدت ملی بیداد میکنه و همچنان ما دامنگیر یک پدیده منطقوی و بین به نام تروریسم هستیم و الان فعلا در کشور جنگ جریان داره اینا موضوعاتی هستند که یک مقدار توجه کلی دولت و جامعه جهانی را به خود معطوف دانستند و یا معطوف کردند و موضوعات اقتصادی و برنامه ها و طرحهای اقتصادی به منظور بلند بردن سطح رفاه اجتماعی کشور و اساس اساسات دی اکانومیکس یا اقتصاد عامل و منفع و رفاهی در اولویت دوم حکومت قرار گرفتند که باز هم حکومت وحدت ملی در اصل دکتر غنی یک کار بسیار شایسته خوبی را که انجام دادن بعد از به قدرت رسیدن از دید ما او است که محوریت سیاست خارجی افغانستان اقتصادی ساختن و امیتی بودن کشیدن که از دید ما یک کار تاریخی و نیکی است در سه بهبود و پیشرفت اقتصاد و مدیریت برنامه های اقتصادی در کشور آقای بشیری چی فکر میکنید که در حال حاضر در اکثر وزارت ها هزاران پست خالی هست ولی جوانان ما که تازه از دانشگاه ها فارغ میشن اونا بیکار هستن این پست ها به خاطر چی هست و این جوان ها چطور نمیتونن به اون پست ها برن و در اونجا بکار کار خود شروع کنند یا در بکار کار در آخرین جلسه ای که ما قبل از اول می به منظور تجلیل از اول می در مؤخر اتحادیه کارگران افغانستان داشتیم که ما هم شرکت کرده بودم و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی هم بودند نماینده های دولت هم بودند حادترین بحث یا مهمترین بحث همی بود که اکثریت پوست هایی که در دولت افغانستان خالی هستند چرا این پست ها به شکل روند استخدام ساده سازی نمیشه تا جوانان که بیشتر از پنتون فارغ باید. میشن به عنوان روبنه های اقتصادی کشور و به عنوان مدیران که باز میشه که در آینده اونا زیر بناهای اقتصادی افغانستان شکل بتن استخدام نمیشن و یگانه دلیلی که همه آزرینم در مجلس اظهار داشتن و کلگی به او توافق هم کردن و بود که قسم که پیشتر خدمتتان ارز اختلافات سیاسی درون نظام حکومت وحدت ملی از اردو جناح هم ای باعث شده که تا امروز حکومت وحدت ملی نتونستن که اتاق کابینه را تکمیل کنند و بعد در قدم بعدی پوستای خالی دولت به جوانان متقاضی و تاثیر کرده و بیکار ما بسپارند و یا استفاده کنند که اکثریت از این پوسای قسمت اعظم از این که در دولت خالی هستند قرار تحلیلی که در اتحادیه کارگران صورت گرفتند مربوط به وزارت معارف میشن که در ولسوالی های ناهم و ولایت های دور دوردست و دور افتاده هستند که تقاضای اشغال کار و یا رفتن به اون نقاط از طرف جوانان تحصیل کرده بسیار پایان است ولی یک مقدار دیگه پوست های هم هستند که در وزارتخانه ها و در ریاست های مستقل و سکتور های انتفاعی و غیر انتفاعی دولت خالی هستند که اختلافات سیاسی نظام باید این پوست که در حال حاضر خالی هست جوانان که بیکار هستند تازه از دانشگاه ها فارغ شدن ولی به کار هستن چی فکر میکنید که های جوان های امروزی ما اون ظرفیت را ندارن که با اون پست ها مقرر شوند؟ بدون شک جوانان امروزی کشور ما که تازه از دانشگاه ها فارغ میشن چی از دانشگاه های داخل کشور چی از خارج خارج از کشور با مدرک لسانس و مستری جوانانی هستند که افغانستان یگانه روزنه حومیده که به منظور انکشاف و توسعه خود داره بیگانه روزنی امیده که به منظور ثبات اقتصادی و روی پایستاد شدن خود داره سرمایه گذاری کردن بالای هیومن کپیتال یا سرمایه انسانی افغانستان هستند از نقطه نظر سیاست های اقتصادی افغانستان یک کشور هنگ در کارگر است نه هنگ در سرمایه بنابراین دولت مردای کشور ما و خصوصا دوستایی که در سکتورهای اقتصادی افغانستان کار میکنن اونا باید این موضوع را درک میکردن که نظر به جو اقتصادی کشور کارگر من حیث بزرگترین پتانسیل اقتصادی بر افغانستان یک عامل و یک منبع حیاتی هستند و باید بیشترین سرمایه سوق داده می شد روی انسان ها در افغانستان سرمایه گذاری می شودن. زمینه تحصیل برشان ایجاد می شود. زمینه زندگی ابتدایی برشان ایجاد میشد از نقطه نظر سرپناه خانه لباس غذا و کار و صندوق بیکاری ایجاد می بیمه های اجتماعی گسترش پیدا میکردند خانه های ارزان قیمت دولت گسترش می به با منظور افراد که درآمد کم در جامعه دارند اینا میکانیزم هایی بودند که در کوتاه مدت می که سرمایه انسانی کشور خود روش سرمایه گذاری کنیم و بعد در آینده با مدیرهای خلاق خود جوانان کشور خود تبدیل کنیم که اینا باز بتانن می که افغانستان به طرف یک کشور می بردند که دارای یک استراتژی ملی انکشافی و اقتصادی در منطقه می بودیم آقای بشیری یکانه مشکلی که فعلا در وزارت ها از مامورین این مشکل را دارند مشکل معاشاتشان است که حداقل معاشات از 5000 شروع می شود و در شرایط امروزی یک مامور به نظر شما میتونه که به اصطلاح اما زندگی خود با اون ماش 5000 یا 6000 سپری کنن خب مسئله ماشات و امتیازات کارگران افغانستان باید این موضوع فعلاً کار شده یا در گذشته یا در سالی که ما پیش رو داریم مسئله ماشات و امتیازات کارگران و یا کارکنان افغانستان که چی در سکتورهای دولتی کار میکنه و یا چی در سکتورهای خصوصی کار میکنن یکی از موضوعات هستند که اتحادیه ملی سراسری کارگران و کارکنان افغانستان شدیدا روی زیروند کار کردند و حدود 18 نوه ماش و امتیاز در دولت و سکتور خصوصی افغانستان مشخص ساختند که فعلا 18 و امتیاز و ماش کارگرانی که در نهادهای دولتی افغانستان مصروف کار هستند به عنوان حقوق ماش و امتیاز از دولت دریافت می کنند که یک تفاوت بسیار هنگفت نشان می دهد. که در یک دفتری که دو شخص به عنوان همکار با هم کار میکنند ماشی یکی به عنوان سوپر اسکیل بسیار بالا هست و ماش دیگی که ماش عادی بله. دولتی را میگیره حدود 5 تا ده هزار افغانی میباشه بله. که یک تفاوت بسیار کلی است و به اساس کنوانسیون بین المللی ماشات و امتیازات کارگران جهانی و به اساس ماده هشتم قانون کار در اتحادیه کارگران افغانستان سراحت داره که امتیاز کارگر و معاش کارگر به اساس سویه تحصیل به اساس تخصص و به اساس درایت فکری و ذهنی تعیین میشه نه به اساس روابط و ضوابط که متاسفانه در دولت افغانستان امتیازات و معاشات که فعلا تا 18 نوی از او برای کارکنان و کارمندان پرداخته میشه به اساس به اساس روابط و ضوابط هستند که باعث شده که یک فاصله طبقاتی بسیار عظیم در جامعه کشور به وجود بیاره از نقطه نظر تفاوت میان فقر و ثروت میان افراد جامعه آقای بشیری در قسمت این که در بسیاری از شرکت های خصوصی تقویتی وجود نداره و چقدر روی این کار شده که مثلا در اکثر شرکت های خصوصی میبینیم که به شکل دلخواهشون کارمند استخدام میکنن و دوباره استخراج میکنن و فکر کنم یک بار این پلان رفت به طرف پارلمان و از اونجا نمیفهم تصویب هم شد ولی چرا روی این جدی کار نمیشه خب اکثرا در کشورهایی که از اقتصاد بازار آزاد پیروی میکنند و نویت اقتصادی کشورشان و سیاست اقتصادی کشورشان به اساس سیاست های اقتصاد بازار آزاد هستند سکتور خصوصی معمولا من سراغ ندارم که به شکل تقاوت مثل که دولت امو ساختاری که از زمان سوسیالیستی باقی مانده می داشته باشه ولی در کشورهایی که به اساس اقتصاد کاپیتال و داری هستند و از سیاست های اقتصادی بازار آزاد پیروی می امتیازات بدیل برای کارکنان و کارمندان سکتور خصوصی مد نظر گرفته شده از جمله بیمه هستند که بهترین مسئولیت و بهترین به اصطلاح تضمین آینده کارگر و کارمند است در تمام جهان خصوصا در کشورهای صنعتی اروپایی که بدیل تقاوت گفته میشن و همچنان موضوع دیگه هستن به نام خزینه تقاوت گفته میشن که در دولت افغانستان او را به شکل انستالمند یا قسط پرداخت میکنن ولی در اکثریت سکتورهای خصوصی کشورهای اقتصاد بازار آزاد و صنعتی اروپا و منطقه امی تقاوت به شکل به اصطلاح توتل برای کارگر زمانی که تقاوت میکنن یا زمانی که میخواین کار را کنن برای او پرداخته میشه موضوعات بدیل و میکانیزم های مسئول و مناسب نظر به جو اقتصادی و اجتماعی هر کشور وجود داره ولی مشروط به این که کشور دارای یک انکشاف ملی دارای یک استراتژی ملی انکشافی باشند و تمامی موضوعات میکانیزم ها و پالیسی ها و سیاست ها در استراتژی ملی انکشافی کشور مشخص می باشند و به اساس از او تخصیص بودیجه با به میان می آید آقای بشیر در مورد افغانستان اگر بو این که چقدر این موضوع کار صورت کرد خب متاسفانه فعلا افغانستان یگانه کشوری است در منطقه که فاقد استراتژی ملی انکشافی و اقتصادی هستند که متاسفانه تا فعلا استراتژی ملی انکشافی نداریم و می باعث شده یا پدیده یا روان باعث شده که در تمام عرصه ها ما با چالش رو برو شویم و یک برنامه مشخص برای رفتن به طرف آینده و سرمایه گذاری کردن مطابق برنامه های خاص در استراتژی ملی انکشافی هر کشور مشخص می باشه و این باعث شده که ما در هر برنامه سردرگم باقی ببانیم آقای بشیری در سال پر دیدیم که گراف بیکاری بیش از حد بود شدیدن بلند رفت و اگر سال که پیشرو داریم این گونه باشه باز هم تا چه حد این گراف بیکاری افزایش خواهد یافت و به خاطر اینکه باز همین گراف پایین تر بیاید چه کارهایی باید صورت بگیره و پلان ها باید باشه خب بدون شک مادر سال پیش رو هم متاسفانه که گراف بیکاری بلندتر هم میره دولت افغانستان منابع مالی بسیار ضعیف دارن و نمیتونن که اکثریت بیکارا را برشان جای کار ایجاد کنن و یا در دولت استخدام کنند و در ضمن ما وابسته به کمک های جامعه جهانی و خارجی هستیم اه اه اکثریت بودجه افغانستان از نقطه نظر یا از دید بودجه انکشافیشان است از کشورهای خارج تمویل میشن و با مجرده که جهان به یک بارگی افغانستان در سال 2014 کانسپت ترک کردن ایجاد کردن و رفتن و اکثریت پروژه ها و دفاتر خارجی و اکثریت اساکر ناتو از افغانستان رفتن یک قسمت زیادی از مردم کشور ما که مصروف کار امرای جهان و جامعه جهانی در افغانستان بودند اونا بیکار شدند و یک مقدار بیکاری که هم داشتیم جمع از اینا شدن و یک فاجعه بیکاری نسبتاً بعد از سال 2014 در کشور ایجاد شدند عواملی که در کوتاه مدت که چالش بیکاری را در کشور ما مدیریت کنه در قدم اول ما نیاز داریم که برنامه ها را و پالیسی ها و سیاست های روی برنامه های کوتا مدت تمرکز کنیم چون که مردم افغانستان شدیدا علاقه تغییر در کوتا مدت هستند تا در مدت در کوتا مدت ما چهار فاکتور پیشنهاد میکنم تامین صلح و, و ثبات در کشور و ایجاد کار و ببخشن ایجاد فضای کار یا ورک اسپیس در افغانستان به منظور تطبیق برنامه های اقتصادی در تطبیق قانون تامین عدالت اجتماعی و سرمایه گذاری کردن روی زراعت و از ساختن زراعت خصوصا زراعت روستایی که اکثریت مردم کشور ما از روستاها به عنوان بیکار در شهرهای افغانستان سرازیر شدن از دید ما چهار فاکتور است که در کوتاه مدت میتونه که یک مقدار جای کار در افغانستان ایجاد کنه خب آقای بشری در پایین برنامه هستیم و خیلی کوتاه که مو حرفای اخیر شما رو هم خب با منظور به منظور ازی که امروز مصادف از به می و روز جهانی کارگر است و مهمترین دید و مهمترین حرف ما بایدی باشه که چطور بتانیم برای کارگر افغانستان کسی که شامل کار هستند مسئولیت ایجاد کنیم و چطور میتونیم برای کسانی که بیکار هستند جای کار ایجاد کنیم افغانستان نظر به پتانسیل های اقتصادی و منابع طبیعی که دارن و جای اقتصادی که دارن که متاسفانه سیاست های منطقوی هم میشه متاثر شد در قدم اول و در کوتامدت، از دید ما سرمایه گذاری کردن بالای زراعت و او هم زراعت روستایی و میکنه ساختن از او ایجاز سردخانه ها مدیریت نمودن یا مدیریت کردن آبهای افغانستان بالای زمین های که آب ندارند، زیربنای اقتصادی افغانستان را شکل میتن و در میان مدت رفتن به طرف صنعت و ایجاد تولیدات و بردن محصولات زراعتی به طرف محصولات صنعتی و ایجاد کردن بازارهای منطقی و جهانی برای محصولات زراعتی دو سیاست یا پالیسی هستند که میتونن که یک مقدار جای کار برای قوای کار افغانستان ایجاد کنن سپاس محمد شبیر بشیری استاد دانشگاه ازی که در زیر بنا با ما بودین و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ بعض اثار خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل یک گرام طلا یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 47 پول یک یورو 78 افغانی و 15 پول یک پاوند میوزی ۹۹ افغانی با ۲۸ پول یک در همه امارات 8 افغانی با 61 پول هزار تومن ایرانی ۱۹ افغانی با 5 پول هزار کلدار پاکستانی 651 افغانی با ۹ پول و هزار کلدار هندی ۱۳۳ سی افغانی با 8 و این هم نرخ طلا در بازار امروزه کابل یک گرم طلای کویتی 2450 کنی یک گرم طلای سنگاپوری 2350 کنی یک گرم طلای بحرینی 2400 کنی یک گرم طلای عربی 2300 کنی یک گرم طلای ایرانی 1850 کنی و یک گرم طلای روسی 1850 و این هم مواد اولیه یک کیلو شکر چهل و یک کیلو خارجی هزار و دو سال و پنج برنج خارجی هزار و نخصد افتانی یک میتر تیل پترول چهل اپنی. و یک کیلو گاز سی با سپاس از همراهیتان تا تا فردا خدا نگه.